در حالی که به گفته همه کارشناسان و تحلیلگران فرصت‌های طلایی برای بازگشت ایران و آمریکا به برجام سپری شده و همان گونه که پیش‌بینی می‌شد دیگر فرصتی برای برداشتن تحریم‌ها در چارچوب برجام برای ایران باقی نمانده است، بنا به گفته شبکه خبری المیادین، ایران آمادگی دارد که بر اساس متن پذیرفته شده سال گذشته برجام را احیا کند. این شبکه خبری از قول محمد مرندی مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران نقل کرده که ایران همچنان آماده ی توافق هسته‌ای بر اساس متن پذیرفته شده ی سال قبل است. وی با اشاره به آمادگی ایران برای توافق هسته‌ای و پذیرش متن مورد توافق سال گذشته تصریح کرد که این آمریکاست که دارای اراده سیاسی لازم برای امضای چنین توافقنامه‌ای نیست، زیرا بایدن می‌ترسد که آن را امضا کند و دشمنانش از آن علیه او در انتخابات آتی استفاده کنند. این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که محمد مرندی پیش از این و ماه آگوست پارسال که توافق آماده امضا بود، با اشاره به اینکه ضرورتی برای عجله در بازگشت به توافق وجود ندارد، مدعی شد با آغاز فصل زمستان و آغاز زمستان سخت اروپا، اروپا با شرایطی منحصر به فرد و ویژه تن به مذاکره با ایران خواهد داد و با شرایط عالی امکان بازگشت به برجام فراهم خواهد بود. وی گفته بود ایران قبل از امضای توافق هسته‌ای جدید خواهان دریافت ضمانت است و آمریکایی‌ها از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده می‌کنند و می‌خواهند برای دور زدن توافق برخی بندها مبهم باقی بماند. و تأکید کرده بود آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در شرایط سختی قرار دارند و موقعیت آنها اجازه نمی‌دهد فشار بر ایران را افزایش دهند. مرندی که فرزند علیرضا مرندی، پزشک معتمد علی خامنه‌ای است و بدون داشتن تخصصی در خصوص روابط بین‌الملل، دیپلماسی و انرژی هسته‌ای در تیم مذاکره کننده ایران به عنوان مشاور حضور یافته، دلیل توقف مذاکرات را نیاز اروپا به گاز ایران اعلام کرده و گفته بود که باید با صبر به توافق تن داد تا بتوان امتیازات بیشتری گرفت. گرچه ایران مدت هاست که تأکید میکند که کاملا آمادگی بازگشت به مذاکرات را دارد و آماده است که بر اساس متن توافق شده پیشین به برجام بازگردد، به شرط اینکه آمریکا تحریم ها علیه ایران را بردارد، اما آمریکا بارها اعلام کرده که نه عجله ای برای بازگشت به توافق دارد و نه در این حال تصمیم دارد که تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران را بردارد. آمریکا بارها گفته است که بازگشت به برجام دیگر در اولویت سیاست واشنگتن نیست. برخی کارشناسان در داخل ایران نیز با نگران کننده توصیف کردن شرایط ایران تاکید دارند که نگرانی اصلی در رابطه با توافق بین ایران و غرب مکانیزم ماشه است. با این حال کوروش احمدی کارشناس روابط بین الملل درباره اظهاراتی که اخیراً از طرف غربی‌ها در خصوص فعال کردن مکانیزم ماشه مطرح شده گفته است که مکانیزم ماشه تا سال 2025 قابل استفاده است. وی تأکید دارد که در روز خاتمه قطعنامه 2231 در سال 2025 مکانیزم ماشه هم همراه با قطعنامه از دستور کار خارج می شود. وی با اشاره به اینکه استفاده از مکانیزم ماشه تا سال 2025 امکان پذیر است، در این حال تأکید دارد که با توجه به برداشته شدن تحریم تسلیحاتی ایران ممکن است که اروپا تصمیم بگیرد که از این مکانیزم تا قبل از اکتبر 2023 استفاده کند. اما به نظر می رسد که جمهوری اسلامی خطر اکتبر 2023 را چندان جدی نگرفته و در همان حال این امید را دارد که با کش دادن موضوع مذاکره و نیمه باز نگه داشتن پرونده هسته‌ای می تواند پرونده هسته‌ای را تا سال 2025 که تمامی محدودیت‌ها به ظاهر از برنامه هسته‌ای ایران برداشته می شود کش دهد.
اما به نظر می رسد که جمهوری اسلامی به این موضوع توجه ندارد که حتی اگر مکانیسم ماشا هم نباشد، جمهوری اسلامی همواره در معرض صدور قطعنامه های جدید از طرف شورای امنیت است و اگر روابط خود را با جهان بهبود ندهد و روابط عادی در حوزه دیپلماسی با کشورهای جهان برقرار نکند، همواره در خطر تصویب قطعنامه های جدید و راهبردهای به شدت بازدارنده تر از مکانیزم ماشه قرار دارد. با این وصف جمهوری اسلامی در فرصت سوزی و از بین بردن فرصت هایی که برای بهبود شرایط در ایران وجود دارد کاملا پیشتاز است و با سوزاندن فرصت های کم هزینه در نهایت مجبور می شود که به تصمیمات پرهزینه تر تن دهد و کشور را در معرض بزرگترین خطرها قرار دهد. با بالا گرفتن برنامه هسته‌ای ایران و شایعه امکان توافق جدید میان ایران و آمریکا، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید که در مذاکرات مخفی و علنی کاخ سفید حضور داشته، شب گذشته در سخنان خود در واشنگتن اینستود تاکید کرد واشنگتن به دنبال راه حل دیپلماتیک برای برنامه هسته‌ای ایران است. وی همچنین تصریح کرد که خروج از برجام بدون داشتن جایگزین برای آن اشتباه بوده است. او گفت در این حال جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. وی تاکید کرد که تعهد آمریکا به اسرائیل خلل ناپذیر است. او همچنین درباره جنگ یمن نیز گفت ما در حال حاضر در ادامه دارترین دوران آتش بس از زمان آغاز این جنگ در یک دهه پیش هستیم. اما در نظراتی متفاوت بنیامین نتانیاهو در ملاقات با نمایندگان کنگره با برشمردن جمهوری اسلامی به عنوان قلدر منطقه گفت که رژیم ایران حتی مانند حکومتی که کره شمالی را کنترل می کند هم نیست، بلکه قدرتی ایدئولوژیک است که اسرائیل را مانند یک شیطان کوچک می پندارد، همان گونه که ایالات متحده را یک شیطان بزرگ می بیند. اندکی پیش از دیدار نخست وزیر اسرائیل با گروهی از نمایندگان کنگره آمریکا، گالانت وزیر دفاع در سفر به یونان گفت که تهران اورانیوم غنی شده کافی را برای ساخت 5 بمب هسته‌ای به دست آورده است. وی افزود اشتباه نکنید، ایران فقط به یک بمب هسته‌ای بسنده نمی‌کند. ایران تاکنون مواد غنی شده 20 و 60 درصدی را برای ساخت 5 بمب هسته‌ای به دست آورده. او همچنین اقدامات پیش روی ایران به افزایش غلظت غنی‌سازی تا میزان 90 درصد را اشتباه بزرگی از سوی این کشور برشمرد که می‌تواند آتش را در منطقه شعله ور کند. گفته های گالانت در حالی است که بر پایه آنچه که آژانس بین المللی انرژی اتمی در اوائل ماه آوریل اعلام کرد، بازرسان این نهاد ذراتی از اورانیوم غنی شده با غلظت 83.7% را در تأسیسات غنی‌سازی فوردو کشف کردند. وزیر دفاع اسرائیل در بخش دیگر از سخنانش افزود که جمهوری اسلامی در 6 ماه گذشته هر هفته هواپیماهایی را برای رساندن سلاح به تروریسم به سوریه فرستاده است. اسرائیل به تازگی بارها مواضعی نظامی را در داخل خاک سوریه هدف قرار داده است که تحت کنترل رژیم حاکم بر ایران و نیروهای نیابتی آن قرار دارد. تفاوت نظر اسرائیل و آمریکا بعد از روی کار آمدن نتانیاهو افزایش یافته است. اسرائیل مخالف هر نوع احیای برجام است و حتی معتقد به مداخله نظامی علیه این برنامه است و آمریکا معتقد است با محاصره اقتصادی می توانیم برنامه را کنترل کرد و در نهایت ایران را به تسلیم واخواهد داشت. آمریکا با توجه به بحران اوکراین تمایل ندارد که سطح منازعه با ایران را در خاورمیانه در حد مقابله نظامی تشدید سازد. در حالی که نافرمانی مدنی زنان در خیابان‌ها با نپوشیدن حجاب همچنان ادامه دارد و حکومت تاکنون در این زمینه مستصل مانده است، اعلام انزجار و بیزاری فلاحتی امام جمعه رشت از زنان مخالف حجاب اجباری خبرساز شد و رسانه‌های اجتماعی را با حجم وسیعی از انتقادات پر کرد. رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه و امام جمعه رشت در مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر کودک ایثار خطاب به زنانی که بدون حجاب اجباری در جلسه حضور داشتند گفت بنده از تمام کسانی که اینجا کشف حجاب کردند بیزارم.
حاضران در این مراسم به اظهارات امام جمعه رشت واکنش منفی نشان داده و با کف زدن به تشویق زنان بی‌حجاب پرداختند. رسول فلاحتی پس از اعلام بیزاری از زنان مخالف حجاب این مراسم هنری که در حال پخش زنده ی تلویزیونی بود ترک کرد. عبارت توهین‌آمیز وی در حالی که ابراهیم رئیسی در سوریه با زنان بی‌حجاب ملاقات کرده بود بسیار خبرساز شد. همچنین در تحول دیگر در مراسم افتتاحیه همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران که قرار بود در شهر اهواز برگزار شود به دلیل کروات زدن شماری از شرکت کنندگان لغو شد. به گفته نایب رئیس کانون وکلای استان خوزستان اسماعیل جویجری، پس از آنکه وکلا به درخواست حراست برای باز کردن کروات جواب منفی دادند، ماموران امنیتی میکروفون سالن محل جلسه را قطع کرده و مانع برگزاری این مراسم شدند. اسماعیل جویجری درخواست حراست در این باره را غیرقانونی خوانده و گفته است استفاده از کروات غیرقانونی یا غیرشرعی یا غیرعرفی نیست. رئیس کانون وکلای استان خوزستان هم اعلام کرده که از مدیرعامل و رئیس حراست سالن همایش شکایت خواهد کرد. حکومت ایران کروات را سمبل غرب زدگی می‌داند، ولی برخلاف حجاب قانونی در این زمینه تصویب نشده است. حکومت کاملا گیج شده و به رفتارهای متناقض دست زده و در نهایت فاقد توان مقابله با مسئله حجاب زنان است و روز به روز شکست حکومت پدیدار می شود، ولی به خاطر نیروهای حامی خود نمی خواهد بگوید که شکست را پذیرا شده است. جمهوری اسلامی دومین نفتکشی را که گمان برده می شود غیر مستقیم به آمریکا تعلق داشته باشد توقیف کرد. به گفته ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس، سپاه پاسداران روز چهارشنبه یک نفتکش حامل پرچم پاناما را در تنگه هرمز توقیف کرده است. در بیانیه ناوگان پنجم آمریکا آمده بر اساس اطلاعات سایت ترافیک دریایی، این کشتی از دبی عازم بندر فجیره در امارات متحده عربی بوده است. به گفته ناوگان پنجم، این کشتی توسط چندین قایق سپاه محاصره و مجبور به تغییر مسیر به سمت آبهای سرزمینی ایران شد. جمهوری اسلامی دلیل اقدام سپاه را تخلف این نفتکش در آبهای تنگه هرمز عنوان کرد و ارتش ایران در بیانیه ای دلیل توقیف این کشتی را تصادم با یک شناور دیگر که منجر به مفقود و مصدوم شدن چند خدمه ایرانی شده بود اعلام کرد. آمریکا با رد این ادعا اقدام جمهوری اسلامی را مغایر با مقررات بین المللی دریانوردی می داند و نیروی دریایی آمریکا این اقدام را صحنه سازی ارزیابی کرده است. نفتکش توقیفی نخست هم از کویت راهی بندر هیوستن آمریکا بود. حکومت جمهوری اسلامی عملاً با درگیر کردن خود با توقیف نفتکش‌ها خود را در تله بی‌اعتباری بین‌المللی قرار می‌دهد و به عنوان عنصر برهم‌زننده نظم و ثبات شناخته خواهد شد و اگر در مورد مسائل هسته‌ای نیز با اسرائیل و آمریکا درگیری نظامی پیدا کند، عملاً جنگ در حوزه تبلیغات و دیپلماسی عمومی را از هم اکنون باخته است. در حالی که زنان به مقاومت مدنی خود ادامه می دهند و حکومت در حال برنامه ریزی برای سرکوب آنهاست، اما شدت مقاومت و مخالفت مردم در مقابل قانون حجاب اجباری سبب عقب نشینی های تاکتیکی مقامات حکومت از مسئله حجاب شده است. در آخرین تحول در این زمینه احمد وحیدی وزیر کشور ضمن خوب توصیف کردن اوضاع امنیتی کشور اظهار داشت هیچ مشکلی وجود ندارد و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی بر اوضاع مسلط هستند. وی با بیان این موضوع که عمده بانوان متعهد به رعایت حجاب هستند و آن را ارزش و قانون می دانند، کسانی که حجاب را رعایت نمی کنند بسیار اندک خواند و ابراز امیدواری کرد با توصیه های صورت گرفته و کارهای انجام شده وضعیت بهتری به وجود بیاید. وزیر کشور در ادامه از فعالان فضای مجازی خواست تا تلاشی برای ترویج بیقانونی انجام ندهند. وی تأکید کرد فعالان فضای مجازی در گفته‌هایشان دقت کنند وگرنه به عنوان مروجان بیقانونی مورد برخورد قرار خواهند گرفت. وزیر کشور در بخشی از سخنانش تأکید کرد ناهیان از منکر و آمران به معروف به تذکر اکتفا کنند و اقدام دیگری انجام ندهند.
به صراحت مشخص است که نهادهای جمهوری اسلامی و متولیان رسیدگی به مسئله حجاب تصمیم و دستور گرفتند که با مسئله بیهجابی و بیهجابها برخورد تندی نداشته باشند و به تذکر و گذر از کنار افراد بیهجاب اکتفا کنند. عملا هم در فضای عمومی سیاستگذاری ها در همین سمت و سو حرکت می کند و با وجود گزارش ها در این خصوص که با بیهجاب ها برخورد تندی صورت خواهد گرفت، اما عملا فشار سنگینی بر افراد برای رعایت حجاب در فضای عمومی وارد نمی شود. هرچند هنوز هم برخوردهای توهین‌آمیزی با زنان در شهرهای بزرگ از سوی برخی افراد حزب اللهی انجام می گیرد که با واکنش متقابل مردم روبرو می شود و در اکثر موارد منجر به عقب رانده شدن افراد حزب اللهی شده است. در مجموع به نظر می رسد که فعلا برخورد با افراد بیهجاب و ممانعت از ورود افراد بیهجاب به فضاهای عمومی فعلا محدود به ورودی دانشگاه ها و ورودی ادارات دولتی و وزارتخانه ها و فرودگاه ها می باشد و حاکمیت تصمیم گرفته که فعلا نسبت به بیهجابی در حوزه عمومی و فضاهای نیمه دولتی واکنشی نداشته باشد تا در فرصت مناسب یک تهاجم جدید و برنامه ریزی شده را برای اعمال مجدد حجاب اجباری سامان بدهد. ابراهیم رئیسی که پس از نبرد سوریه نخستین رئیس جمهوری ایران است که به این کشور سفر می کند، در دومین روز از سفرش به سوریه یادداشت تفاهم‌هایی را در زمینه همکاری راهبردی بلند مدت در زمینه‌های از جمله نفت، هوانوردی و راه آهن و کشاورزی امضا کرد. وی همچنین روز پنجشنبه دوباره به بیان شعارهایی پرداخت که برای کشور هزینه‌زاست. وی از نیروهای مقاومت خواست تا علیه اسرائیل متحد شوند. وی در دیدارهای خود در دمشق با آنچه که فرماندهان مقاومت فلسطین نامیده خواستار تشکیل جبهه متحد علیه اسرائیل شد. تهران مدت هاست که از بسیاری از گروه‌هایی که با اسرائیل می‌جنگند، از جمله برخی گروه‌های فلسطینی و همچنین حزب الله لبنان که متحد اصلی دمشق است، پشتیبانی لوجستیکی و نظامی کرده است و اسرائیل هم متقابلا علیه این گروه‌ها اقدام متقابل انجام می‌دهد. جمهوری اسلامی همواره موضوع فلسطین را در اولویت سیاست خارجی خود دنبال می‌کند و معتقد است همه معادلات جهان اسلام بر اساس این موضوع تعریف شده است. سفر دو روزه رئیسی به سوریه چند هفته پس از توافق ایران و عربستان سعودی برای احیای روابط صورت می‌گیرد. توافقی که باعث شد پایتخت‌های منطقه دوباره در دمشق و تهران با حکومت‌های ایران و سوریه که در جهان منزوی شدند تعامل کنند. درگیری‌های خونبار سوریه تا این زمان بیش از 500 هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است، در حالی که خطوط مقدم نبرد داخلی سوریه در سال‌های اخیر عمدتاً آرام شدند، اما بخش بزرگی از شمال این کشور همچنان خارج از کنترل دولت باقی مانده است. جمهوری اسلامی با شعارهای نابودی اسرائیل و حمایت از مخالفان نظامی این کشور، بزرگترین خسارت سیاسی و اقتصادی را به کشور وارد کرده. علاوه بر این سفر هیچ منفعت اقتصادی برای کشور ندارد و بیشترین پرداخت مالی و کمک به سوریه است که همه کارشناسان نیز آن را تایید کردند. جمهوری اسلامی قصد دارد خود را به گونه‌ای در نقش رهبری قرار دهد، زیرا اسد به دنبال تمرکز بر بازسازی سوریه است، اما سوریه به دنبال کشورهای ثروتمند عرب است. در حالی که ایران با بحران‌هایی همچون سقوط بی سابقه ارزش پول ملی، تورم افسار گسیخته، اعتصابات و اعتراضات متعدد کارگری و صنفی و بحران بین‌المللی و خطر تحریم‌های سازمان ملل روبروست، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود درباره چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در مورد ایران گفته جمهوری اسلامی برای تراس کردن بودجه دولتی خود باید بتواند نفت را به قیمت بیش از 350 دلار بفروشد. همچنین در این ارزیابی صندوق پول تورم 42.5% را برای اقتصاد ایران در سال 2023 پیش بینی کرده است. اگرچه گزارشی درباره میزان کسری بودجه دولت ایران در سال گذشته میلادی وجود ندارد، طبق برآورد صندوق بین‌المللی ایران به منظور تراس کردن بودجه دولتی خود میبایست نفت خود را به قیمت 278 دلار میفروخت. این در حالی است که قیمت نفت برنت در بازارهای جهانی در حال
حاضر اندکی بیش از 70 دلار است و ایران مجبور است نفت خود را با تخفیف مشتریانش بفروشد. همچنین بدهی خالص دولت ایران برای سال 2023 با افزایش 12 میلیارد دلاری به 112 میلیارد دلار خواهد رسید. صندوق بین‌المللی پول رشد نقدینگی برای اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی را 44 تخمین زده و پیش بینی کرد این رقم برای سال جاری میلادی 38% باشد. مشخص است جمهوری اسلامی می‌خواهد با این بحران دست و پنجه نرم کند و از آن خارج شود یا نه، چون هر سال موقعیت حکومت بدتر و مشکل‌تر می‌شود. به گزارش رویترز و CNN، دولت روسیه روز چهارشنبه با انتشار بیانیه اوکراین را متهم کرد که سه‌شنبه شب با ارسال دو پهپاد به سوی کرملین قصد ترور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را داشته است. مسکو ضمن تروریستی خواندن این اقدام گفت که نیروهای امنیتی روسیه این پهپادها را پیش از آنکه موفق به حمله شوند متوقف کردند. در بیانیه دولت روسیه همچنین آمده که هیچ کس در این حادثه مصدوم نشده است. روسیه گفته حق اقدام تلافی جویانه را در زمان و مکان مقتضی برای خود محفوظ می‌دارد. مقامات روسیه همچنین مدعی شدند که سومین پهپاد بمب‌گذاری شده در حومه مسکو کشف شده و تلاش برای خنثا کردن بمب‌های آن در جریان است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در گفتگویی با خبرگزاری بین‌المللی روسیه گفت که آقای پوتین در هنگام حمله در کرملین حضور نداشته و کاملا سالم است و برنامه‌هایش بی‌تغییر باقی مانده است و قرار است رژه نظامی روز پیروزی طبق برنامه قبلی در نهم ماه می انجام شود. در این میان مدودوف رئیس جمهوری سابق و معاون شورای امنیت ملی روسیه عملاً تهدید به حذف فیزیکی زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین کرد و گفت حتی او اگر بدون قید و شرط هم کشورش را تسلیم کند خودش باید حذف شود. اما اوکراین در واکنش به این واقعه انجام آن را رد کرد. میخائیلیو پودولیاک مشاور ولادیمیر زلنسکی ریاست جمهوری اوکراین روز چهارشنبه گفت که حمله پهپادی که روسیه به کیف نسبت میدهد هیچ ربطی به اوکراین ندارد و این صحنه سازی ها توسط خود روسیه انجام می شود و به نظر می رسد در جهت زمینه سازی برای انجام حملات جدیدی باشند. از نظر آقای پودولیاک چنین حملات بی سابقه ای اگر از سوی کیف علیه مسکو انجام شود، در حالی که روسیه همچنان نزدیک به 20% از قلمرو اوکراین را اشغال کرده، برای این کشور هیچ سودی نخواهد داشت و برعکس چنین اقداماتی روسیه را برای اتخاذ تدابیر وحشیانه تری علیه شهروندان ما تحریک می کند. مسکو به شدت از حملات ما در خط مقدم جبهه نبرد واهمه دارد و با اقداماتی این چنینی در تلاش برای انحراف توجه هاست. به گزارش رویترز خانم آوریل هاینز مدیر جامعه اطلاعاتی ایالات متحده روز پنجشنبه در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنا اعلام کرد که در صورت حمله چین به تایوان باید انتظار این را داشت که به طور بالقوه تولید بزرگترین سازنده تراشه‌های نیمه هادی پیشرفته جهان متوقف شود و در سالهای اولیه چنین حمله‌ای سالانه 1 تریلیون دلار به اقتصاد جهانی لطمه وارد شود. چیپست ها یا همان تراشه های نیمه هادی بخش جدا ناپذیر محصولاتی از جمله گوشی های هوشمند، رایانه و لپتاپ و همچنین خودرو و هواپیما هستند که هر روزه با آنها سر و کار داریم و باید گفت که اکثر این چیپست ها ساخت تایوان هستند. آمریکا با هدف ضربه زدن به توسعه صنعت داخلی نیمه هادی چین، تحریم‌هایی علیه شرکت‌های چینی وضع کرد که البته بر میزان فروش تراشه‌های پیشرفته تایوان نیز بی تأثیر نبوده است. اما آنچه بیش از همه نگران کننده است این است که پکن سعی کند در اقدامی تلافی جویانه در برابر تحریم‌های تراشه‌ای آمریکا از خود واکنش نشان دهد.